هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. به نظر می رسد که کشورهای قدرتمند حامی طالبان در تلاش ازی هستند تا پیش از ای که خطر سقوط طالبان در اثر درگیری ها با مردم و درگیری های داخلی به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسد، ملا یعقوب به عنوان رهبر طالبان اینا معرفی بکنند، جایگزین بکنند. ملا یعقوب در تازه ترین مصاحبه خود بسیار واضح گفت که در پیمان دوحه که امضا شده چیزی به نام حقوق بشر نیست که شما ما را محکم گرفتین، و ای آدم میگه که ما هیچ کدام پیوند با امریکا نداریم، مگر این سفرهای متواتر در قطر، سفرهای متواتر صدر اعظم قطر به قندهار، این شروع مثلا اعمار کانال قوشتیپه، همه اینا بدون امریکا صورت میگیره. یعقوب مجاهد به تاریخ 5 جوزا ابتدا مرزبانای ایرانی رو متهم کرد که با توپخانه و طالبان حمله کردند، و ما میگم مجبور و عکس العمل شدیم. 4 روز بعد میگه گزارش آمد اونا توپ تانک آوان شلیک میکنن، برایشان گفتیم این کار نکنین، به نفع ما نیست. بعد مجبور شدیم عکس العمل نشان بدیم و از قبیل مسائل. میگه خب امریکا با ما کاری نداشت، اما گاو امریکایی سر شیر آمده بود اما روزایی که ایرانی ها انداخت میکردن بالای طالبان. فاکس نیوز به نقل از یک منبع مسئول سازمان غیر دولتی بین المللی که منظورش همین IRC و این گروه هایی است که در داخل افغانستان کار میکنن، گزارش داده بوده که در این مانورها پس از درگیری مرزی حدود 20 هزار نیروی طالبان که 2000 انتحاری نیز در بینشان بود با تجهیزات بجامانده امریکایی به طرف مرز با ایران حرکت کرده بودند. خب ای ایرانی ها به نظر می رسد که جلوش گرفتن و هشدار روسیه و چین باعث شد که طالب اسقاط شود که شما به او طرف زیاد فشار نیاریم که اگر ما مجبور شویم از طرف شمال شما رو خرد میکنیم. این مسائل در عقب صحنه چیزای عجیبی در جریان می باشه که در روی صحنه در رسانه ها شما هیچ به او حتی رو باور نمی کنیم که چون این چیز اتفاق بیفتد. یه آدم میگه که در توافقنامه صلح با امریکا چیزی به نام حقوق بشر نیامده و دقیق ترین حرفی را که میزنه اینی میست خلیلزاد به خاطر حقوق بشر 18 ماه با تروریسم مذاکره نکرده. مردم عزیز، اصلا حقوق بشر یک بازی است، یک نام است در تعیین اهداف استراتژیک حقوق بشر، مدنی، مردم و از این قبیل مسائل اصلا مطرح نیست. ما باید بازی های دیپلماتیک با تمام تلخیاش در نظر بگیریم. ببینید خودش میگه که پرسان شده که تو چطور، یعنی فکر میکردن که قدرت رو بگیرین شما دوباره کابل و افغانستان؟ میگه به این شکل که آل به هدف رسیدیم ما فکر نکرده بودیم. واقعا به خاطر از اینکه دفتن لازم دیده شد که تحویل شد کل چیز. خب میگه بدون کدام جنگ و مشکلات و تخریب شهرها که بسیار نگرانش بودیم به هدف رسیدیم. بسیار الله نگران تخریب شهرها بودن. شما پژوهشگرا و کسایی که ژورنالیست هایی که اکثر دم دستگاه خوب دارن اینا تنها فهرست بگیرن یک به شکل کرونولوژیک آماری رو منتشر کنن که در ظرف 20 سال اینا چقدر تخریبات کردن در افغانستان، از مکتب سوزی تا زدن پلها و جاری کردن خون،
خب آله، این نفس قدرت است که وقتی که روی صحنه می آید به حق تبدیل می شود. تعریف حق در تمام جوامع بشری، در تمام ادیان، در تمام آیین ها متفاوت است. این آدم نمیگه که صاف و ساده از طرف غنی، از طرف بسم الله محمدی، از طرف خلیلزاد، از طرف قماندانان قول اردو، با اثر از برکت مارشال دوستم، عطانور، کرزی، عبدالله و همه و همه که در تحویل دهی قدرت نقش داشتن، نقش خداگاه یا ناخداگاه ما روی صحنه آورده شده. ایره نمیگه، میگه تو دیگه آمدیم. خب حرف جالب ملا یعقوب چی بود؟ میگه ایج امریکایی نظام نگاه میکدن، وقت ایلا کدن رفتن، کل امون نظام، ارکانش و جلالت مابا، رهبرا، رهبرشا، کلش خود به خود گریختن دیگه. یعنی ببین فلسفه از اینا رو چه رقم توضیح میکنه به زبان ساده خود. میگه نه قماندانی بود، نه دفاع، نه هدفی که خود بر از او قربانی بکنن. بنان ما آمدیم، متوجه میشین؟ میگه همه در زنجیره امریکا بسته بود، زنجیره که گسست دیگه اینا وجود نداشتن. چقدر جالب است. تأکید میکنه که حتی یک نقطه پنهان در توافقنامه صلح با طالبا با امریکا وجود نداره. آیا شما فکر میکنه که نقطه های پنهان با ملا یعقوب جوان کسی میگه این قرار از بگوید؟ اوجا در پشت دروازه قطر اوجا آیت آیسای بود، آیت ایران بود، آیت روسیه ششته بود. باز کل مفاد اصلی را افشانا شده را کس به ملای خوب میگه. گیریم که گفته باشم ای پت میکنه. به این قسمت یا مطلع نیست یا دروغ میگه. حکومت طالب. خب پس چطور با پول اروپا و امریکا سرپا استاد است؟ چرا؟ چطور؟ یعقوب میگه در متن توافق حقوق بشر ذکر نشده، اما تا کنون طالبا حقوق بشر مراعات کرده. اینجا دیگه باز خیلی خندی بیقی دیگه خدا نشان میده. هزاران زندانی، صدها کشته از افسران، 64 زنی که تنها اونا زندانی شده، باشه هر 64 زن تجاوز شده. کل اسناد وجود داره، حتی مادرها و خاله هایشان سرش تجاوز کردن تا کس به کسی چیزی نگوید. این سند ها میبرای بعد از این. خب چی میگن اینا؟ در 14 گزارش تازه تحلیلی یک جالب است از طرف کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که میگه که القاعده و برخی گروه های تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارند و طالبان به طور انتخابی با برخی از آنها مبارزه می کند که این شیوه برای امنیت و منطقه بسیار خطرناک است. یعنی که مادر تروریسم هستن اینا. از یک سو ایتر گزارش می دن، از یک سو ای را حفاظت می کنند با وسیله پول اروپا، قطر و امریکا. این تو بازی در خطرناک بر مردم افغانستان است، بر خودشان عادی است. امی آدم میگه که ما هرگز از منافع اسلامی و ملی خودمون نمیگذاریم، به کسی تسلیم نمیشیم. چی؟ ای چرا قدر منافع اسلامی رو گپ میزنن؟ کدام اسلام؟ جهان و منطقه مگر از طالب نخواسته که از این رقم اسلام خود تیر شود؟ خیلی اونا در اسلامش کار ندارن. او با تفنگ تو که کیره بزنی و اشاره از او با که نفع از او باشه با اونو کار داره. اصلا جهان در چرت طالب نیست که اصلاحات بیاره. جهان بخشی از طالبان از خودش. جهان خواستار اینمی رقم اسلام است. بیخی بیغم باشین ملا یعقوب، کسی نگفته شما تسلیم شوین. امیت مانده شما را رها کردن که تا دیگرا را با وسیله شما وادار و تسلیم بکنن. دشمن تراشی های دروغین
در ذهن مردم افغانستان نمیچلانه. در صورتی که به طالبا زمان داده شود میگه ما را وقت بدیم تنوع در حکومت بیا، چه وقت برات بده؟ کی هست؟ یعنی مادر از کدام مادر است آمدی؟ دولت مستعمر خود درست کردین، میگه ما را وقت بدین. خب اینجا تصویر روشن از حکومت فراگیر ارائه داده نمیتونی، نمیفهمم. میگه که خودم که هستم فراگیر چیز، مگر ای آدم اعتراف کرد که با وجود فرمان عفو رهبر طالبان اما کد به صورت شخصی برخی رفتارهای عقده‌ای را که انجام گرفتم و میپذیرم. خب ای تو کی هست؟ یک نفر نشان بده که باید مجازات شده باشه. عدالت چی وقت تطبیق شده باشه؟ همین شریعت تیره که خود شما میگین. در مورد رویداد پنشیر میگه که اگر چیزی رخ داده چی وقت چطور گپ خود تیر میکنن. در مورد پنشیر او زمانی روشن میشه که پنشیر از دست طالب بیرون شد. بیرون شدن پنشیر از سیطره طالب شعای وصلا ضربه را تا پشت کوتل خیرخانه میاره. باز او وقت معلوم میشه. خب کسی سوال نکرد که از امی آدم که اینا حیبت الله فرمان داده، که سوال نکرد که حیبت الله کجاست، کی است؟ یعنی شما یک گروه بی رهبر و رهبر بدون چهره و نشانه را که بیاین یک کشور برشان داده باشن دیدین؟ به طور مرموز دو مرکز قدرت ایجاد کردن. خب میگم من در فهرست سازمان ملل متحد در فهرست تحریما نیستم. چرا نیستی؟ چرا نیستی؟ یک حکمت اپراتیفی است. ملا یعقوب گزینه امریکا و انگلیس برای جایگزینی رهبر غایب طالب است که کم کم بیخی رسواییش بالا شده. ای که از دیگرها در فهرست است کدام چیزی تغییر نکرده. اینمی هم یک حکمت است. در اینجا فتوای بی بی سی بسیار مهم است. اینا میگن که شماری از اعضای شورای امنیت ملل متحد در گزارش های خود از یعقوب به عنوان چهره مناسب جایگزین رهبری فعلی گروه طالبان نام برده میشه. از این که در دیگر اعلام موضعی دیگه واضح هست. یادم میگه در حال ایجاد ارتش 150 هزار نفری طالبان هم از چه کار خود درست. میگه اگر از وزارت دفاع دیدن کنید بسیار چیزا تغییر کردن، متخصصین مصروف کار خودشان هستن. تو پول از کجا میکنی؟ خب اولش دم وزیر دفاع این میگه که هزاران وسایل اصله را ما ترمیم کردیم و ما هم گزارشات شد دادم که با یک کمپانی روسی از طریق کمپانی سربستانی اینا بسیار مراودات دارن، سلاح ها و تجهیزات و تیم های تکنیکی را منتقل کردن. میگه چیزی که سلاح امریکا و روسی بود دم خرابه در تمام سلاح کوتا و دیپای سهرایی ما کلش جور کردیم، هیچ اصلی خراب نمانده. درست ایره نگفت که با کدام پول. پول قطر، پول امریکا. اینی جز که ماهیت اصلی قضیه معلوم میشه. این آمادگی ها و این اسلحه به خاطر کیچ میشه. این اصلی امریکایی کم بود که حالا تمام خرابه هم جور میکنن تا اینا بتونن با دست بازی سلاح را در هر جایی که قمانده شو استعمال کنن. خب حالا امو میگه به طور رسمی سر تیاراتی که در ازبکستان تاجیکستان سر از اون دعوا دارن. من مطمئن هستم که اگر کمک فضا مساعد شد و کل تیارات و طالب تسلیم میکنن، مگر اونمو تسلیم کردن به معنای بقای طالب نیست. طالب چون تهدید و خطر برای دیگاست با خطر تهدید و سقوط مواجه است، خاصتا حال در شمال افغانستان که بسیار همینطور یک هنگامه برپا کردن.
مگه تروریسم تعریف نداره. امریکایی و روس هر کشور را که دشمن خود تروریست دشمن خود میدان تروریست میگن. درست. این شما این طالب در نظر مردم افغانستان تعریفش مگر واضح است؟ کسی که انسان میکشه، نقض حقوق بشر میکنه، زن به عنوان یک موجود خلق کرده خدا اهانت میکنه، وحشت حاکم میکنه، در وقتی که فهرست انتحاری و چیزایش رو ببینین نهایتا یک 20 نفر امریکایی رو کشته باشن، دیگه کلش مسلمان ها رو کشتن. خیلی تروریسم شما چی رو میگین؟ شما خودم پیشانیتون نوشته شده که تروریسم از لذت بردن تان از کشتار معلوم میشه. اینی بشکه زرد که به لوگوی رسمی شما تبدیل شده امین نماد تروریسم نیست؟ خویر خبرنگار دیگه از کی از او کی سوال کنه؟ یعنی انتحار خودش عمق عمل تروریستی رو نشان میده. چطور؟ ای خواه استشهادی است؟ ای گپا چرت و پرت است. کسی که حاضر به کشتن خودش به قیمت کشتن صدها بیگناه دیگه مثلا در هتل، مدرسه، دانشگاه، مغازه و محفل عروسی میشه، تروریسم شاخدار است. خب اما هر کس، هر تروریست از روی عمل خود قابل تعریف است. تروریسم بوکو حرام ممکن است تعریفش از تو فرق داشته باشد. از روی عملتان قضاوت میشه. حالا میدانن کم کم فهمیدن میگه افغانستان کشور کلان است، کوه دشت و کوه کمر زیاد داره، هر کس میتونه هر جور پنهان شود. بله، چیزی به نام حاکمیت طالب در افغانستان پایا نیست. امریکا شما رو برای یک بازی آورده تا سیاچالا درست کنه برای ایران و روسیه و چین. بسیار ساده هست. تعریف ساده شما همی است. حالا که شما امریکا رو میگین که ما کدام نشانه دوستی ندیدیم، چرا میگین نشانه دوستی؟ امریکا مگر ظاهرا دشمن شما نیست؟ استکبار، اشغال، دیگه و دیگه. چرا یعنی محتاج نشانی دوستی هستیم؟ خب حالا که میگه ما کدام نشانی دوستی ندیدیم، واقعا ندیدی؟ چطور نشانی دوستی ندارین با امریکا؟ پوره کشور براتان داد، نظامی را امرا با سرنوشت میلیون ها زن و مرد براتان داد، هفته 40 میلیون دلار هم داده میره، حقوق و ارزش های مدنی را هم از پیمان دوحه خط زده براتان. خیلی چی کنم این امریکا؟ هم دوستتان است هم صاحبتان است. امریکا اعلام میکند، ببینید اون مردم اعلام میکنه، امریکا میگه کسی که علیه طالبان با مبارزه مسلحانه برخیزد ما با اونا نیستیم. خب کمک امریکا نباشه قشتی پر میسازی؟ بخش بندآباد میسازین؟ گپای مسخره را ببینید چی مینه. اگر امریکا اعلام کنه هر گروهی که طالب بزنه و ما غرض نیست، اگر تو یک شب با شب دو تیر که دیه نه ای قطر طالب دولت ناروی اینا از شما نیست، اینا به خاطر سفید کردن روی شما نیست، همه ای چیزا هست، همه شما را میشناسن. بنان هدف از این برنامه ای بود که در تلاش آوردن ای آدم به عنوان رهبر هستن. اگر ای آدم رهبر نشه طالب سقوط میکنه. تا برنامه بعد.